بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما با مجموعه اخبار در این ساعت خوش آمدید. در آغازم سرخط خبرها. تلاش های ارگ برای تشکیل اجماع بزرگ مردمی بر ضد زورمندان و غاصبین زمین. انتقاد نهادهای نظارت کننده از انتخابات به خاطر کندی کارهای پروسه انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات. و تلاش های تازه امریکا و کوریای جنوبی برای خلاص صلاح کردن شبه جزیره کوریا. این هم مشروع خبرها. من اسمت را احمد زی هستم. قرار است ارگ اجماع 10,000 نفری را فرا بخواند که در برابر زورمندان و غاصبین با حکومت ایستادگی نماید. اگر ارگ این اجماع را تشکیل دهد، در تمام افغانستان طرفداران زیاد دارد، زیرا مردم از زورمندان و غاصبین زمین به سطوح آمدند. ارگ به گونه رسمی چیز نگفت، اما بعضی از اعضای ولسی جرگ از این اقدام حکومت استقبال می کند. اکنون که حکومت برای پروسه صلح و در برابر زورمندان گامهای نسبتاً موافقانه برداشته در مورد تازه آن ارگ می خواهد، قبل از عید در باره این موضوعات اجماع مردمی را به دست آورد. این اجماع که قرار است از 10,000 تن برگزار شود، در پیوند به زورمندان و غاصبین تصمیم می گیرند. بلند وقتی اولوی اجماع من سراسی سپیده که افغانستان به مختلف و واقعی قومی نمایندگان، مدنی پالان، خویندی، ورون در طول جمعند. تخمیناً دسی لزر کسان و پتیداد که یو غند را با داخل دی ارکی بونی ولسی تر سو پر دی افغانستان دا مهم مسائل سی اسر روان دی سی پیغی که خوشبختانه دی صلح موضوع دیر مهمه دا هم در اخم تا پارلومانی انتخابات بخاطر و ریاست جمهوری انتخابات بخاطر او بالخصوص دی هغه کړیو په خاطر منی چې هغوی زورواکی ورته وایي یا غاصبین ورته وایي او د افغانستان سرتاسري امنیت په خاطر منی، نو دغه اجماع به فیصله کوي. رئیس جمهور غنی در پیوند به اجماع منطقوی نیز موافق به نظر می رسد. با اکنون کشورهای منطقه درک کردند که در عوض حمایت از مخالفان باید برای خاتمه جنگ در افغانستان تلاش صورت گیرد. تحلیل کننده ها می گویند اگر این اجماع از میان مردم تشکیل شود، در برابر زورمندان یک پشتبان قوی مردمی در کنار حکومت خواهد بود. همدای وقت دی چه در وطن در خلق است، در علماء است، در زوانان است، با عمومی صورت که یو پریکر وکی چه هغه حمایت وکی او د حکومت اجرات وکی، د افغانستان خلق عام ولس د دې حمایت کی. اما جانب مخالف این اجماع میگه در قانون اساسی تنها جرگه مشورتی تعریف شده و گردهمایی به نام اجماع مشروعیت ندارد. نگرانی به این سبب است که ممکن اعضای اجماع به خواست حکومت فرا خوانده شود و تنها در مورد آنهای تصمیم گرفته شود که تنها مخالف حکومت هستند. اصول پاره او د زورواکانو په مقابل کې د اقدام په اړه د اجماع راولي. دا اجماع څوک ده؟ دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دی څوک راغواړي؟ د دغه خلکو چې راغوښتل کېږي، دوی مشروعیت د کوم ځای نه اخلي؟ یوازې د رئیس جمهور اوس موږ جرګې لرو، په اساسي قانون کې لویه جرګه واضح شته ده، او غیر د هغې نه دودیز لویه جرګه لرو. در اجماع اعلام ناشده درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز تصمیم مشخص گرفته خواهد شد. تلاش کردیم در این مورد نظر رسمی ارگانیز داشته باشیم، اما با کوشش های مکرر حاضر به گفتگو نشدند. کمیسیون انتخابات بر اساس جدول زمانی انتخابات به پیش نمی رود و بیشتر پروسه به تاخیر می افتد که بالای پروسه انتخابات تاثیر بد خواهد کرد. نهادهای نظارت کننده بر انتخابات نگرانی دارند که هر دو کمیسیون انتخابات در تطبیق جدول زمانی ناکام مانده و بیشتر بخش ها را نقض کردند. کمیسیون انتخابات نیز تأخیر در پروسه ها را نگران کننده می خواند، اما اطمینان می دهد که تأثیر آن بر انتخابات منفی نخواهد بود. بر اساس جدول زمانی انتخابات، لیست نهایی کاندیدان باید به تاریخ 12 اسد اعلام شد، اما از تاریخ تعیین شده دو روز گذشته و کمیسیون های انتخابات هنوز هم برای لیست نهایی تاریخ مشخص کرده نمی توانند. کمیسیون انتخابات لیست کاندیدان را به کمیسیون سمع شکایت انتخابات فرستاد که بعد از بررسی شکایت ها آن را دوباره به کمیسیون انتخابات می سپارد، اما کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی مورد انتقاد قرار دارد که
کار خود را به وقت آن انجام نداده است. در ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې ګرم نه دی، ځکه موږ ته د شکایتو کمیسیون په وخت او زمان باندې د نوماندانو لیست نه دی راسپارلی. امید مو دا دی چې نن تر ماښامه پورې دا لیست زموږ سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په رسمي ډول باندې شریک شي. کمیسیون انتخابات به تاخیر بعضی پروسه ها وقت را از دست داده که باید آن را جبران کند. نهادهای نظارت کننده بر انتخابات نگرانی دارند که تأخیر یک پروسه بالای پروسه دیگر تأثیرات مستقیم دارد و به کیفیت انتخابات صدمه می‌رساند. اما کمیسیون های انتخابات در برابر جدول زمانی جدی نیستند. دواړه کمیسیونونه په خپل کارونو کې پاتې راځي او لبد مرغ چې دوی دغه تقویم ته یا مهالویش ته په سره کرښه د سره کرښه په توګه نګوري، طبیعتاً چې د یو مرحلې نقص په بل مرحلې باندې بد تاثیر کوي. او دا چې مشخص د ټاکنو ورځ باندې دغه تاثیرات څه دي، که په ورځ باندې کوم تغییر رانشي چې یعنی اتویسن میزان په نهمیستون میزان باندې تبدیل نشي، ولی د کار په کیفیت باندې بد تاثیر اچي. کمیسیون انتخابات نیز میپذیرد که در برخی بخش ها وقت را از دست داده که حجم کار را در یک وقت بیشتر میسازد. کمیسیون اطمینان میدهد که تاخیر برخی پروسه ها بر کیفیت و تاریخ انتخابات تاثیر نخواهد کرد. پر کار باندې تاثیر لري، د کار حجم ډیریږي د انتخابات پر مستقل کمیسیون باندې. مګر زموږ پراتويشتم د میزان چې په ټول افغانستان کې به یو ورځ وي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره، پر هغه به خو تاثیرات ونه لري. مګر په دې پوهیو چې د کار حجم ډیریږي، کمیسیون د ستونزو سره مخامخ کیږي. کمیسیون سمو شکایت انتخابات لست نهایی کاندیدان را تا حال به کمیسیون انتخابات نفرستاده. کمیسیون سمو شکایت های انتخاباتی کمیسیون انتخابات را مقصر میداند که لست ابتدایی کاندیدان را به تاریخ معین آن به آنها نسپرده است. با جنگجویان تسلیم شده داعشی در جوزجان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. وزارت امور داخله میگوید رهبر گروه داعش در جوزجان به تجاوزهای جنسی متهم است که با وی حسابی خواهد شد. 250 جنگجوی تسلیم شده داعش اکنون از امنیت ملی زندانی هستند. چند روز قبل بیش از 200 جنگجوی داعش در ولایت جوزجان به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدند. اکنون خواسته ها این است که جنگجویان باید محاکمه شوند. وزارت امور داخله اطمینان داده است که با جنگجویان تسلیم شده داعش حسابی خواهد شد. د جینو کورنۍ او میرمن او جنکیان همدغه د داعش مشر د لزان سره بیولی او تجاوز پکړه، همدا چې عدلی و قضی و ارگانو لطریقه ده امنیه قماندانه پا آدرس یا ده کورنه چرا وزارت پا آدرس بانده مخته حالتا اداوی راغله. پولیس ده خون مطابق به ده برخه که اجراعات کردی، مو ملی امنیت ریاست تا گزارش ورکه چه به دوی بانده اداوی موجوده دی، ده قانون مطابق به دی دوی سره عمل کیه. اما وزارت دفاع در این مورد تنها میگد که جنگجویان تسلیم شده داعش را به ارگانهای مربوطه تسلیم کردند. ما اینها را در درزاب مورد حملات قرار دادیم، هم هوایی هم زمینی هم کماندوها، و بالاخره اینا مجبور شدند که برای ما تسلیم شوند و با تسلیمی از این ما اینا را به ارگانهای دولتی سپردیم. حالا این موظفیت به ارگانهای دولتی است که در موردشان چه اجرا. اما قماندان جنگجویان داعش توقع دارند که تخطی های آنها را حکومت معاف نماید و تعهداتی که در میان ما صورت گرفته با آن وفا نمایند تا یک زمینه یک پروسه بوده باشه که برای کسای دیگری که در برابری دولت می جنگه اونا هم بیایند به پروسه صلح وصل شوند. این 250 جنگجویان داعش زمان در رسوالی در زاب و قشت پی جوزجان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند که از سوی طالبان بر آنها حملات صورت گرفت. در ویدیو نشر شده از جانب طالبان به نظر می رسد که بعضی از اعضای این گروه خارجی ها هستند که شامل ادبای ازبکستان، فرانسه، اندونزیا و چین می باشند که طالبان آنها را دستگیر کردند. خبرهای داخلی در همین جا به پایان میرسد، اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان میگردد. ادامه اخبار و این هم چند خبر از جهان.
در نتیجه حادثه بس در پاکستان 50 تن کشته و زخمی شدند. در این حادثه بس و تانکر 18 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند این بس از بانر به کراچی در حرکت بود که در منطقه کوهات تصادف کرد. مسئولان صحی میگویند مجروحین را به شفاخانه محلی انتقال داده که وضعیت شماری از آنها قابل نگران است. علت این حادثه بس و تانکر تا حال معلوم نیست، اما مقامات میگویند که در این مورد تحقیقات ادامه دارد. امریکا و کره جنوبی به طور مشترک در تلاش خلاص صلاح کردن شبه جزیره کره هستند. بر علاوه تخریب مراکز اتمی کره شمالی، هنوز هم اتهامات ساخت اسلحه اتمی بالای این کشور وجود دارد. مایک پیمپیو وزیر خارجه امریکا با همتای کره جنوبی خود در سنگاپور ملاقات کرد. هر دو طرف در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری های کشورهای عضو آسیای جنوبی در مورد بحران جاری شبه جزیره کره صحبت کردند. پینگ یانگ هنوز هم متهم است به خاطر ساخت اسلحه اتمی آمادگی می گیرد. تشکر از همراهیتان. اخبار این ساعت در همین جا به پایان می رسد. تا دیدار بعدی، الله نگهدار.